با سلام و درود به شما عزیزان و همراهان همیشگی مشاهیر پارسی تشکر از اینکه ما رو در محفل گرم خودتون پذیرفتید این بار با برنامه دیگه ای از زندگی نامه حضرت حافظ مهمان خانه های گرم شما هستیم دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند ساکنان حرم سر و افاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه زدند جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند شیراز مرکز علوم شرعی و ادبی ایران زمین به شمار می رفته و هنوز هم مجمع شاعران، عارفان و ادیبان گرانقدر است. اگرچه حافظ در چنین مکانی غنی از علوم رشد و پرورش یافت ولی تحصیل پذیری از سعدی، مولوی و سایر شاعران را در اشعارش نباید نادیده گرفت. ای دل، گر از آن چاه زنختان به هر جا که روی زود پریشان به درایی. هشدار که گر وسوسه عقل کنی گوش، آدم صفت از روزه رزوان به درائی. شاید که به آبی فلکت دست نگیرد گر تشنه لب از چشمه حیوان به آیی. جان میده هم از حسرت دیدار تو چون صبح باشد که چو خورشید درخشان به آیی. چندان چو سبا بر تو گمارم دم همت که از قنچه چو گل خرم و خندان به آیی. قدرت بیان و زیبایی اندیشه غزلیات حافظ را با ابهامات در میآمیزد حافظ شیرازی ما از بود جهانبینی و عرفان رمز و سر زیبا در ابیاتش مینشاند او معنای والای بشر را در یکی بودن و یکسان بودن باور دارد چرا که سرچشمه وجود آدمی از یک منبع و حقیقتی مطلق است من اگر خارم اگر گل چمنارایی هست که از آن دست که او میکشدم میرویم خوب و بد زشت و زیبا تنها ساخته ذهن و الگوهای جهان مادیات است آنچه مسلم است رویارویی با حقیقت عنصر وجودمان است این حقیقت به صورت سمبولیک در غزلیات بسیاری از بزرگان به وفور تاکید شده گوهر مخزن اسرار همان است که بود حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود عاشقان زمره ارباب امانت باشند لاجرم چشم گوهر بار همان است که بود در دنیای عرفان شاعر با زبان ابهام می و با اجاز جملات خواننده را به چالش میکشاند میشه گفت که این چالش آگاهی را به ذهن تقدیم می کند. وجود این اسرار در ادبیات چندین جنبه دارد. و شاید یکی از آنها رهایی سراینده از قضاوت و دردسرهای حکومت وقت باشد. حافظ شیرازی با مهارت فراوان زیباترین و شیرین ترین ابهامات را در ابیاتش به قلم می کشد. از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی از ازل تا به ابد فرصت درویشان است. ای توانگر مفروش این همه نخوت که تو را سر و زر در کنف همت درویشان است. حافظ که در دوره ایلخانی میزیست شاهد آشوب های فراوانی بود. از جمله آنها آشوب مغول و تیمور را میتوان نام برد. شیراز که خانه هنر ایران زمین بود، از حمله مغول در امان بود و پناهی برای دانشمندان و هنرمندان آن دوره شد. اگرچه بیشتر جنبش ها خودجوش بودند، ولی برخی از قیام ها با تدابیر دراویش صورت می گرفت. اولین شرح حال زندگی حافظ بیش از 100 سال پس از وفات اوست. اکثر احادیث از زندگی وی بر حسب برداشت و تعبیر نویسندگان و حافظ شناسان به تحریر درآمده و از این روی اطلاعات موثقی در دسترس نیست. آنچه مهم است تاثیر شعر او بر دوران بعد از فوتش میباشد. حافظ اگرچه از شاعران گذشته خود تلفیقی مؤثر یافته ولی باید گفت انقلاب زیبا در فن و رموز ادبیات به وجود آورده دایره لغات او چندین موضوع را در یک غزل میگنجاند استفاده از کلماتی متفاوت و دشوار دیوان حافظ را متمایز می سازد. سینه مالامال درد است. ای دریقا مرهمی دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی چشم آسایش که دارد از سپهره تیز رو ساقیا جامی به منده تا بی دمی حافظ کینه و خودخواهی بشر را سبب رنجش می داند و دردها و جدایی ها را در آن خلاصه می دید حافظ به انسان ویژگی خاصی دارد و انسان را عاشق و رها می داند. انسانی که دل به جلال زمین می بندد و در جستجوی زیبایی است چرا که زشتی ها را هم می بیند. او جهان واقعی را از جهان حقیقی مجزا می داند و می گوید آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی رند کلمه که در لغتنامه آن را به عنوان زیرک معرفی کردند اما حافظ شیرازی با طریق دیگری از آن بیان می دارد. معانی مثبتی به آن میبخشد و او رند را در جایگاه والایی قرار می دهد. اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست. رهروی باید جهان سوزی نه خامی بیغمی حافظ کلمات را با جادوی ذهنش به گونه خاص بیان می کند و شاید روش او برای رموز در اشعارش به این گونه بوده در قرون 18 هم و 19 هم اشعار حافظ به زبانهای گوناگونی از جمله انگلیسی ترجمه شد و نامش به دنیای غرب وارد شد در دوران جوانی به مدت سه سال در دربار شاه شیخ ابوالاسحاق اسحاق مشغول بود. همچنین در دربار شاه منصور، آل مزفر و شاه یحیی نیز راه داشت. مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. یگانگی و هنر سخن پردازی حافظ را بیش از بیش دوست داشتنی می کند. در غرب گوته نیز از تاثیر دیوان حافظ دست به قلم می زند. او که نابغه ترین ادیب آلمانی می باشد در فصل دوم دیوان غربی شرقی خود حافظ نامه ابیاتی در وصف حافظ سروده خود را با تو برابر گرفتن حافظا راستی که دیوانگی است نیچه از شاعران و فیلسوفان آلمانی که بسیار مشهور و بنامه است در دیوان اندرس ها و حکمت ها شعری برای حافظ شیرازی می سراید می خانه ای که تو برای خیش پیفکنده ای فراختر از هر خانه ای است جهان از سرکشیدن میی که تو در و اندرون آن میاندازی ناتوان است ادامه زندگی نامه حضرت حافظ را در برنامه بعد با ما همراه باشید خداوند یار و نگهدارتان